سلام خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سروش محمد حسنی هستم، مدرس نرم افزارهای مدل سازی سه‌بعدی در معماری با آموزش پلاگین انسکیپ در فرادرس در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این بخش قراره که با همدیگه آشنایی نسبت به پلاگین انسکیپ داشته باشیم. اول از همه مهمترین مفهومی که ما در زمینه رندرینگ میتونیم در نظر بگیریم جزئیاتی که در مدل خودمون به کار میبریم. هر چی مدل ما جزئیاتش بیشتر باشه به همون میزان رندر ما واقعیتر و رئالتر خواهد بود. با یه ذره زوم کردن روی این کلبه چوبی که اینجا قرار داره و همچنین محیط اطرافش میتونیم میزان ظرافت، دقت و میزان کیفیت در استفاده از مصالح رو درک بکنیم. روی این کلیک میکنم، برمیگردم به سکانس 1. این بالا تودباری داریم تحت عنوان Start Enscape. شامل گزینه های مختلفی هستش که به تک تک اونها خواهیم پرداخت. با زدن کلید Start Enscape رندرینگ لایو برای ما اجرا میشه در یک پنجره مجزا. حالت آپدیت شدن ویو ها رو داریم که خیلی راحت و سریع میتونیم همین زاویه دید خودمون رو تبدیل به یک زاویه رندر گرفته شده در انسکیپ بکنیم. حالت انسکیپ آبجکت رو داریم که برای ساخت نورهای مختلف به کار میره. اسست لایبرری رو داریم که کتابخونه بزرگی از آبجکت های پرکاربرد هستش و مدیریت متریال رو داریم که به راحتی میتونیم افکت ها و تغییرات مختلفی رو روی متریال های محیط ایجاد بکنیم. بعد از اینکه با این نکات آشنا شدیم، نوبت به این میرسه که رندر خودمون رو آغاز بکنیم. اولین گزینه‌ای که اینجا قرار داره Start Enscape هستش. دوستان، ما با ورژن 3.1 Enscape داریم کار میکنیم. من میام روش یه دونه کلیک چپ میکنم. متناسب با سخت افزار و سیستمی که شما دارید، مدت زمان لود شدن متفاوت. منتظر میمونیم تا صفحه برای ما لود بشه. با کلیک چپ درگ یک ذره پنجره رو میکشم این ورتر و بزرگ نمای رو انجام میدم. وقتی که وارد محیط انسکیپ میشیم با یک چنین صحنه روبرو هستیم. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که بیایم و در محیط خودمون حرکت رو آغاز بکنیم. ابزارهای مکانیابی و موومنت های ما ابزارهایی هستن که روی کیبورد کامپیوتر با حروف W, S, A و D قابل اجرا هستن. اگه من کلید W رو نگه دارم، ما در محیط خودمون به سمت جلو حرکت میکنیم. اگه کلید S رو نگه دارم، ما به سمت عقب حرکت میکنیم. و به همین ترتیب کلیدهای A به سمت چپ و کلید D هم به سمت راست حرکت میکنه. به همین سادگی و راحتی میتونیم حرکت مختلفی رو در محیط خودمون داشته باشیم. اگه بیام کلیک چپ و درگ رو انجام بدم، میتونم یک نگاه آزاد و کامل به محیط اطراف خودم داشته باشم. همچنین اگه بیام در همین حالت کلیک راست و درگ رو به این صورت انجام بدم، میتونم یک اوربیت در محیط خودم داشته باشم. اینها نکاتی بودن که ما در این جلسه به شما عزیزان آموزش دادیم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. ادامه نکات رو در جلسه بعدی خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدار. با سلام خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. قسمت دوم از آموزش انسکیپ رو داریم. این مجموعه توسط فرادرس تهیه شد. در این قسمت قراره که با همدیگه به ویژگی‌های لایو رندر در انسکیپ اشاره‌ای داشته باشیم. همونطور که می‌دونید در پروژه‌های مختلف مدل‌های سه‌بعدی که ما می‌سازیم، چه با اسکچ‌آپ چه با هر نرم افزار دیگه‌ای، ممکنه احتیاج به یک سری تغییرات و ویرایش‌هایی داشته باشن. بعضی این تغییرات می‌تونن خیلی زیاد باشن و ما برخی از اونها رو فراموش بکنیم. حالا راه حلی که انسکیپ برای ما گذاشته راه حل خیلی خوب و اصولی هستش که به مراتب با اون آشنا خواهیم شد. بسیار خوب، یک چرخشی در مدل داشته باشیم. این مدل سه‌بعدی ماست که با اسکچ‌آپ طراحی شده، جزئیات قابل قبولی داره، متریال های نسبتا خوبی در اون استفاده شده
و همچنین محیط اطرافش یک چنین لندسکیپی هستش. میبینید یک قسمت چمنه، یک قسمت هم سفید و خام باقی مونده. اگه من بیام به این قسمت هم یک متریال اختصاص بدم، این متریال سریعا در محیط انسکیپ تغییراتش ایجاد خواهد شد. نکته دوم این که ما یک سکانس داریم تحت عنوان سکانس اول. من میام در اینجا استارت انسکیپ رو کلیک میکنم. منتظر میمونم تا پلاگین برای من لود بشه. به این ترتیب زمانی که پلاگین برای ما لود شد، میایم و در محیط خودمون حرکت دوربین رو آغاز میکنیم. همونطور که به شما گفتم با کلیک چپ و درگ میتونیم به این صورت زاویه دوربین رو تغییر بدیم. کلیدهای حرکتی رو هم که حتما به خاطر دارید، W, S, A و D. برای اینکه بتونم بیام و روی سکانس اول خودم قرار بگیرم، ممکنه به صورت تقریبی عمل بکنم و ندونم که دقیقاً کدوم قسمت از نقشه انسکیپ من سکانس اول من در اسکچاپ هستش. برای این کار اسکچاپ قابلیتی رو برای ما گذاشته تحت عنوان View Management. شورتکاتی تحت عنوان F View Management رو برای ما باز میکنه. میبینید اینجا یک سکانس یک تعریف شده. خوب به صحنه که در اینجا داریم دقت کنید. وقتی که روی سکانس یک کلیک میکنم، دوربین یک تغییر جزئی پیدا میکنه و برمیگرده به سکانس اول. اگه بخوایم این تغییر رو محسوس‌تر احساس بکنیم، میام و کلن از مدل خودم کمی فاصله میگیرم. حالا میام و روی سکانس یک کلیک چپ میکنم و میبینید که دوباره برمیگرده به همون زاویه‌ای که ما در اسکچاپ بستیم. این از این نکته. این رو میام و میبندم. حالت بعدی حالتیه که ما میتونیم بیایم حاشیه نویسی مشترک انجام بدیم. برای مثال در برخی مواقع شما پروژه رو مدل سازی کردی، همین صحنه رندر گرفته شده رو میخواید با کارفرماهای خودتون به اشتراک بذارید. البته تحت شرایطی و اگر اونها هم انسکیپ رو داشته باشن، در این قسمت گزینه داریم تحت عنوان کالابریتیو انوتیشن، یعنی حاشیه نویسی مشترک. شورتکاتش هم حرف C انگلیسی هستش. وقتی که این رو میزنم این صفحه برای من باز میشه. یه گزینه داریم به نام Create Issue. یعنی چی؟ یعنی ایجاد مسئله. روش که کلیک بکنم تعدادی برای من آپشن میده. تایتل رو داریم، میتونیم یک عنوان واسش تعریف بکنیم. من مینویسم 201. دیسکریپشن یا توضیحاتمون مینویسیم برای مثال وودی کابین یا برای مثال کلبه چوبی. حالا که در اینجا اینها رو نوشتیم، یک گزینه داریم به نام آپدیت ایشو. این رو که بزنم تمامی تغییرات ایجاد شده سیو میشه. حالا در اینجا ما یک گزینه داریم به نام چینج ایشو پوزیشن، یعنی تغییر موقعیت مسئله. حالا این مسئله چی میتونه باشه؟ وقتی که من روی صفحه اسکچاپ خودم میام به این صورت، در واقع وقتی رو مدل رندر گرفته شده خودم در انسکیپ میام، میبینید که سقف من به این صورت به شکل مجزا میره روی حالت سلکت. پله ها همینطور. این ستون گذاری بتونی همینطور. این ستون های حالت افقی و چوبی ما همینطور. اینا تک تکشون روی حالت سلکت قرار میگیرن. پنجره ها همشون. برای مثال کارفرما میگه که من میخوام این پله در این قسمت برای مثال حذف بشه. در قسمت استیت یعنی حالت وضعیت. وقتی که روش کلیک میکنیم 4 تا گزینه داره. دان با رنگ سبز یعنی تمام شده. این پروگرس یعنی در دست تغییر، در دست کار. حالت نیو یعنی تغییرات جدید و حالت ریمووت هم یعنی پاک شده. ما این رو میذاریم روی حالت ریموف برای مثال. حالا میایم در اینجا چینج کرییت رو میزنیم، نشانگر موسم ها به صورت علامت لوکیشن در میاد. حالا میام این پله رو انتخاب میکنم و آپدیت رو میزنم. منتظر میمونم تا صحنه برای من آپدیت شه. به همین سادگی. حالا دیگه ما یادمون میمونی که این پله باید حذف بشه، چرا که با رنگ قرمز نمایش داده شده. این از این نکته. و در آخر میایم و کرییت رو میزنیم. به همین ترتیب که مشاهده میکنید، اولین مسئله رو ما تونستیم ایجاد بکنیم و کالیبریتیو انوتیشن رو میبندیم. حالا حالتی وجود داره که ما میخوایم همون لحظه متریالی که در اسکچاپ به مدل خودمون اعمال نکردیم رو اعمال بکنیم. همونطور که میبینید این قسمت چمن خورده، ولی از یه جای به بعد صحنه ما سفید و خام هستش.
انسکیپ رو میام و مینیمایز میکنم، اوربیت رو انجام میدم و در قسمت پینت باکت وارد میشم. قطر چکان رو انتخاب میکنم و به این قسمت همون چمن رو نسبت میدم. کلوز رو میزنم و برمیگردم به محیط انسکیپ. میبینید؟ تمامی تغییرات به صورت لحظه‌ای برای من اعمال شد. حالا تک تک این نقاط به این صورت برای من حالت چمن رو دارا هست. به همین سادگی و راحتی. حالت بعدی حالتی که به شما اجازه میده از همون ویو خودتون یک رندر داشته باشید. در قسمت بالا در اینجا حالت اسکرین شات رو داریم. کنارش گزینه داریم. یک فلش رو به پایینه. وقتی که این رو میزنم یه گزینه دیگه هم داریم به نام بچ رندرینگ. تفاوتش چیه؟ اسکرین شات همین صحنه رو برای ما رندر میگیره. ولی حالت بچ رندرینگ رو که بزنم میاد اون سکانس رو فقط برای ما رندر میگیره. ما میتونیم اون سکانس رو انتخاب بکنیم و یا حتی کنسل رو بزنیم. کنار این گزینه گزینه داریم تحت عنوان مونو پاناروما. یعنی ساختن یک تصویر 360 درجه. حالت استریو پاناروما رو داریم و حالت مونو پاناروما رو داریم. حالت پانورامای تکی حالتی که فقط میاد از همین زاویه متناسب با همین محیط و چرخشی که میتونه توش صورت بگیره یک رندر 360 درجه میگیره. اما حالت استریو همونطور که میبینید اگه دقت بکنید یک آیکون جویستیک روشه. یعنی برای زمانی که شما بیاید خروجی EXE یا همون حالت اکسکیوتبل استندالون رو ازش بگیرید. با این دو گزینه ما بسیار کار خواهیم داشت. به نگران این موضوع نباشید. برای اتمام این جلسه من میام و یک اسکرین شات یا حالت یک بچ رندر، یک رندر انتخاب شده رو از کار خودم میگیرم. اگه بخوام اسکرین شات رو انجام بدم، کلید شیفت و F11 رو باید بزنم. وقتی که شیفت و F11 رو بزنم، همونطور که مشاهده میکنید، این صفحه برای ما باز میشه. و از ما سوال میپرسه که این کجا باید سیو بشه. همونطور که شما عزیزان مشاهده میکنید ما میتونیم فرمت کاری خودمون رو از PNG به JPEG, XR و یا تارگا تغییر بدیم. به این ترتیب میام من کنسل رو میزنم چون احتیاجی به اون فعلا ندارم. میام و در این قسمت کلیک چپ میکنم و بچ رندرینگ رو میزنم. حالا میام و سکانس یک رو انتخاب میکنم و رندر سلکشن رو میزنم. از من مکان ذخیره سازی این رندر رو میپرسه. میام در درایو جی، فایل اند کدز و فرمتش رو ترجیحاً به JPEG تغییر میدم. انسکیپ سکانس یک من اسمش رو میذارم 202، یعنی رندر جلسه دوم. سیو رو میزنم و میبینید که پلاگین شروع میکنه به رندر گرفتن. متناسب با سخت افزار و سیستمی که شما دارید زمان رندر گرفتن متفاوت هستش. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار. سلام خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این قسمت قراره که با هم دیگه آشنایی داشته باشیم با آپشن هایی که در زمینه رندرینگ به ما کمک فراوانی میکنن. در ابتدای این کار باید بگم که این آموزش رو همونطور که میبینید یک آموزش پروژه محور هستش. از همون جلسه اول ما آمدیم و داریم روی همین مورد کار میکنیم. من میام در اینجا و استارت انسکیپ رو میزنم. بلافاصله در این قسمت پنجره انسکیپ برای من باز میشه. حالا خیلی راحت و سریع میتونیم بیایم این آپشن ها رو با همدیگه مرور بکنیم. در اولین بخش آشنایی با مینی مپ رو داریم. مینی مپ یعنی نقشه کوچک. شورتکات M رو که بزنم سمت چپ انسکیپ اون بالا یک نقشه ماهواره‌ای از بالا برای من نمایش داده میشه. نقطه سفید رنگ ما هستیم که داریم توی پروژه قدم میزنیم، به اطراف نگاه میکنیم و کارهای مختلفی رو در زمینه زاویه بندی انجام میدیم. روی خود نقشه هم اونطور که مشاهده میکنید محدوده سبز رنگی ما رو احاطه کرده. در واقع همین اطراف هستن که چمن داره. این وسط هم یک مستطیل داریم که به این صورت کلبه ما رو نمایش میده. این از آپشن مینیمپ.
برای بستن مینی مپ هم خیلی راحت و ساده میایم و دوباره شورتکات M رو از روی کیبورد میزنیم. حالت بعدی حالتی تحت عنوان سیف فریم یا فریم ایمن. در این قسمت میام و روی سیف فریم کلیک میکنم. اطراف کار من سمت راست و سمت چپ به این صورت مشکی رنگ میشن. حالا ما میتونیم یک فریم مشخص رو در زمینه رندرینگ و بستن شات های خودمون داشته باشیم. در واقع شات ها همون زوایایی هستن که ما از آبجکت یا موضوع خودمون میایم و یک رندر رو میگیریم. در قسمت بعدی تنظیم زاویه دید بر اساس سلکتد ویو رو داریم. سلکتد ویو همان ویو منیجمنت ما هستش. با این تفاوت که وقتی بزنم میتونم روی سکانس یک کلیک بکنم و این برمیگرده روی سکانس اول. همچنین میتونیم اون رو ادیت بکنیم و بهش یک سری پریست های مجزا بدیم که به طور کلی روی اسکچ آپ کار نمیکنه چون این آپشن فقط برای رویت هستش. کنسل رو میزنم. اما در برخی از موارد پیش میاد که ما یادمون رفته با خود اسکچ آپ سکانس ببندیم. در چنین شرایطی کافیه بیایم زاویه مورد نظر خودمون رو به این صورت انتخاب بکنیم و در این قسمت گزینه کرییت ویو رو بزنیم. کد ویو نیم در این قسمت انسکیپ سکانس یک هستش. این رو میتونیم تغییر بدیم به حالت برای مثال کمرای یک به همین سادگی و کرییت رو بزنیم. حالا کمرای یک برای ما به این صورت ساخته میشه. سکانس یک، کمرای یک. کمرای یک با انسکیپ ساخته شده ولی سکانس یک با اسکچاپ ساخته شده. به طور کلی در زمینه کیفیت کار هیچ تفاوتی نخواهند داشت و ما همونطور که میبینید در هر دو حالت یک شرایط رو داریم. این هم از این نکته. حالت بعدی که یک حالت بسیار پرکاربرد و مهم هست حالت واچ مود و حالت فلای مود هستش. حالت واچ مود همونطور که اسمش روش هست برای راه رفتن تعریف شده، اما فلای مود حالت آزاده و ما میتونیم در محیط خودمون پرواز رو انجام بدیم. البته پرواز نه به معنی این که بتونیم در ارتفاع از کار خودمون دید داشته باشیم، ولی برای مثال میتونیم از جداره دیوارها به این صورت عبور بکنیم. حالا ما چطوری بیایم حالت فلای مود رو به واک مود و برعکس تغییر بدیم؟ در این قسمت آیکونی داریم تحت عنوان نویگیشن مود. وقتی که روش کلیک میکنم دوتا گزینه به من میده، فلای مود، واک مود. الان روی فلای مود هستیم. اگه من بیام و روی واک مود کلیک بکنم به همین سادگی و راحتی میبینید روی سطح زمین قرار گرفتیم. تفاوتش در این حالته که وقتی میخوایم از پله ها بالا بریم یک تکان خوردن ریزی در صحنه داریم و این نشان از واقعی بودن کار ما هستش. همچنین وقتی که به سمت در میرم دیگه نمیتونم از این رد بشم و به این صورت به دیوار بسته برخورد میکنم. اما زمانی که بیایم و کلید اسپیس رو بزنیم از حالت واک مود به فلای مود و برعکس از فلای مود به واک مود تغییر وضعیت میدیم. الان من اسپیس رو میزنم، میرم روی حالت فلای مود و خیلی راحت و ساده دبلیو رو که بزنم میتونم از دیوار رد بشم، از در رد بشم، حتی از این چمن هم عبور بکنم. و میبینید در یک فضایی هستیم که صرفاً environment و یک HDRI ثابت داریم. به این صورت میام بالا و دوباره space رو میزنم. حالا دارم روی سطح زمین حرکت میکنم. به این ترتیب ما تونستیم بیایم و بسیاری از آپشن هایی که در این جلسه ضروری بود آشنا بشیم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار.